Hello and welcome to our class, Unit 8B, page 62. درس 8B، صفحه 62. ببینیم در این درس چه چیزایی رو یاد خواهیم گرفت. راجبه there is, there are, some, any و plural nouns. دیگه راجبه house افعال رو یاد خواهیم گرفت و در قسمت تلفظ هم با این دو فونتیک الفابت آشنا خواهیم شد و همچنین sentence stress. یه مثال اینجا به ما داده: Is there a garage? آیا گاراژی وجود داره؟ پاسخ میده Yes, there is. بله وجود دارد. تیتر درسمون A house with a history. یک خانه با یک سابقه، با یک پیشینه. اگر ایتون باشه در درس قبل یک قتلی در اون خونه اتفاق افتاده بود و پدر خانواده کشته شده بود. بعد از 50 سال باربرا دختر خانواده میخواد این خونه رو اجاره بده. اینجا اومده یه آگهی به ما نشون داده For rent، برای اجاره. Beautiful country house، گفتیم که country house در بریتانیا یعنی خانه مجلل. دیگه چی نوشته؟ Very quiet، خیلی آروم. Six bedrooms، 6 تا اتاق خواب. 4 bathrooms، 4 تا هم حمام وجود داره. Large yard، حیاط بزرگ. 5 miles from town، 5 مایل هم از شهر فاصله داره. Perfect family house، یه خونه عالی برای خانواده. A. Read the advertisement about the house for rent. گفته بیاید این آگهی رو بخونید که ما خوندیم. Would you like to rent it؟ تمایل دارید شما این اجاره بکنید؟ Why؟ چرا؟ Why not؟ چرا نه؟ پاسخ میدید در قسمت B. Cover the advertisement. What can you remember about the house؟ بیاید روی این آگهی رو بپوشونید، چه چیزی به خاطرتون میاد؟ مثلا میتونید بگید very quiet، 6 bedrooms، الا آخر. و در قسمت C with a partner، think of 3 things you can usually find in a bedroom، a bathroom and a living room. بیاید با دوستتون فکر کنید 3 تا چیزی که میتونید به طور معمول در یک اتاق خواب، در یک حمام، در یک اتاق نشیمن پیدا بکنید و اینها رو بیان بکنید. و اما پارت دی، باید بریم به پیج 161 یا 161 وکابولری بانک راجبه the house. پیج 161، اولین چیزی که میخوایم راجبه صحبت کنیم rooms است، اتاقها. match the words and pictures 1 through 9. میایم کلمات با تصاویر 1 تا 9 مچ میکنیم. نمبر 2 bathroom، نمبر 3 bedroom، نمبر 5 a dining room، نمبر 7 garage، نمبر 8 a hall، نمبر 4 a kitchen، 6 a living room، نمبر 1 study or an office، جای در خونه که مخصوص مطالعه است، مخصوص کارهای اداری. و اگر نگاه بکنید در این قسمت استادی رو میبینیم و ایارد هم که حیات هست. اتاق دوم رو در این تصویر میبینیم که باثروم بود. اتاق سوم بدروم بود. اتاق چهارم کیچن. اتاق پنجم داینینگ روم، میتونه قسمت ناهارخوری باشه. اتاق ششم الیوینگ روم بود، اتاق نشیمن. بخش هفتم گراج هست و قسمت هشتم هال هست، همون هال که خودمون هم استفاده میکنیم. و قسمت نهم هم که یارد یا حیاته. Part 2 Parts of a room، بخش یک اتاق رو با هم دیگه میبینیم. 11 balcony، 12 the floor، 13 the wall هست و 14 stairs یا پله ها. یه بار یه تکرار میکنیم. 11 a balcony، 10 the ceiling، 12 the floor،
14 the stairs و 13 the wall. Part 3 things in a room. چیزهایی که در یک اتاق هستند. A match the words and pictures 15 through 31. 15 an armchair. صندلی که میشه روش لم داد، دسته داره. 20 a bathtub. 1. 21 a bed. 22 cupboard. قفسه در آشپزخونه. 26 a fireplace. شومینه. 25 a lamp. چراغی که کنار تخت قرار داده میشه. 18 a light. چراغی که به سقف بسته میشه یا میتونیم بهش بگیم ceiling light. Mirror number 30 هست. A plant گیاه 31. 24 a refrigerator یا خلاصش fridge. 27 a rug قالیچه فرش. 19 a shelf که جمعش میشه shelves. 17 shower دوش. 28 a sofa یا میتونیم بهش بگیم a couch. 23 stove اجاق گاز. 16 a toilet و 29 a washing machine. یه نکته هم در پایین این صفحه داریم. Heat and central air conditioning. Heat is a system that makes a house warm. Heat اون سیستمی که خونه رو گرم نگه می‌داره. Usually using an oil, gas or electric furnace که معمولا از نفت و گاز و اجاق‌های الکتریکی استفاده میشه. و central air conditioning is a system that makes a house cool. و air conditioning هم اون سیستمی که خونه رو خنک نگه میداره. و اینکه تو نکته وقتی میگیم floor یعنی کف اتاق، وقتی میگیم ground یعنی زمینی که بیرون خونه است. مثلا میگید I drop it on the floor یا I drop it on the ground. کلمه attic رو داریم به معنی زیر شیروانی یا اتاق زیر شیروانی که اینجا به عنوان استادی از اون استفاده شده. Very good. Part 2 listening. A. Kim and Leo are a young couple. They want to rent the house in 1. Cover the dialogue and listen to their conversation with Barbara. Which 3 rooms in the house do they go into? کیم و لیو یک زوج جوان هستن، میخوان این خونه رو اجاره کنن. بهت گوش بدیم به مکالمه، مکالمه ای که اونها دارن با باربرا انجام میدن. کدام یکی از این سه تا اتاق رو اونها واردش میشن؟ 4.13 The yard is wonderful. I love it. Is there a garage? Oh, yes. There's a big garage over there. Let's go inside the house. This is the hall. There are 5 rooms on this floor. The kitchen, the dining room, the living room, the study, the library. Wow! There's a library, Kim. This is the living room. I love the furniture. The old sofa, the armchairs, the fireplace. And this is the kitchen. It's very big, as you can see. Is there a dishwasher? No, there isn't. It's an old house, you see. Never mind. I think it's nice. Is there a bathroom downstairs? Yes, there's 1 downstairs, and there are 3 upstairs. Are there any neighbors with children? No, there aren't any neighbors near here. But there are some families with children in town. That's great. You lived in this house, is that right, Mrs.? Call me Barbara, dear. Yes, I lived here a long time ago. Now I live in town. Let's go upstairs. Very good. در قسمت B از ما خواسته listen again and complete the dialogue. دوباره گوش بدیم و این مکالمه رو کامل کنیم. اگه به تصویر نگاه کنین خانم کیم هست، آقا لیو و ایشون هم که بابرا. کیم میگه که The yard is wonderful. I love it. حیات شگفت انگیزه، دوستش دارم. لیو میگه Is there a garage؟ گاراژ داره.
بابرا: Oh yes, there is a big garage over there. یک گاراژ بزرگی اونور هست. Let's go inside the house. بیا بریم داخل خونه. در ادامه: This is the hall. این حاله. There are 5 rooms on this floor. 5 تا اتاق هم در این طبقه هست. The kitchen, the dining room, the living room and the study, the library. Wow, there is a library, Kim. لیو میگه که یه کتابخونه هم اینجا وجود داره. کیم: بابرا, this is the living room. اینجا اتاق نشیمنه. لیو میگه I love the furniture. من این مبلمان رو دوست دارم. The old sofa, یک مبل قدیمی. The armchair, صندلی دست و the fireplace, و شومینه. بابرا میگه And this is the kitchen. اینم آشپزخونه. It's very big. As you can see, همونطور که میبینید خیلی بزرگه. کیم: Is there a dishwasher? آیا ماشین ظرفشویی هم داره؟ بابرا میگه No, there isn't. نه نداره. It's an old house, you see. میبینید که یه خونه قدیمیه. لیو: Never mind. اشکالی نداره. بی خیال. I think it's nice. من فکر میکنم که خوب باشه. Is there a bathroom downstairs? آیا طبقه پایین حمام داره؟ بابرا میگه Yes, there is one downstairs and there are 3 upstairs. بله. یه دونه پایین وجود داره و 3 تا هم بالا. کیم میگه Are there any neighbors with children? آیا همسایه‌هایی داره که بچه داشته باشن؟ بابرا میگه No, there aren't any neighbors near here. همسایه این دور و برا نیست. But there are some families with children in town. اما وجود دارن خانواده‌هایی که بچه دارن و در شهر هستند. کیم میگه That's great. عالیه. You lived in this house. Is that right, Mrs.? شما در این خونه زندگی میکردید. آیا درسته خانم؟ بابرا میگه Call me Barbara, dear. عزیزم منو بابرا صدا کن. Yes, I lived here. بله من اینجا زندگی میکردم. A long time ago. خیلی مدت ها پیش. Now I live in town. اما الان در شهر زندگی میکنم. بعد در ادامه میگه Let's go upstairs. با هم میرن طبقه بالا. Part C, 14, listen. What does Kim say about one of the bedrooms? بهت گوش بدیم و بگیم که کیم راجع به یکی از اتاقا چی میگه. Whose bedroom was it? اتاق کی بود؟ گوش میدیم به فایل صوتی. 4.14 Let's go upstairs. Follow me. Be careful. The ceiling is very low here. It's a very old house. Yes, the house is 300 years old. My family lived here for nearly 80 years. There are 6 bedrooms. This was my father's bedroom. Is there heat in the house? Yes, there is. Why do you ask? Are you cold? Yes, it's very cold in here. That's because we're from California. Let's go and see the other bedrooms. Yes, of course. Well, what do you think, Kim? I love it. Don't you? I'm not sure. There's something about the house I don't like. Kim, it's perfect for the kids. Think of the yard. And it's a real authentic country house. What do you say? I suppose so. If you're sure. I am sure. Mrs. Barbara, we want it. We want to rent the house. Excellent. When can we move in? As soon as you like. سوال اول این بود: What does Kim say about one of the bedrooms? کیم گفت که It's very cold. و سوال دوم: Whose bedroom was it? It was her father's bedroom. پایان صفحه 62, end of page 62 و پایان پارت اول درس 8B. Take care, bye.